زائران عراقی خواستار زیارت حرم متحر امام رضا علیه السلام هستند به گزارش شیعه ویوز به نقل از خبرگزاری های ایران علا رغم اظهار اشتیاق زائران عراقی برای سفر با پای پیاده به مشهد مقدس ایران اجازه این کار را نمی دهد. بر اساس این گزارش کنسولگری ایران در نجف اشرف با تایید این خبر اعلام کرده که فعلا ویزای زیارتی صادر نمی کند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف با اشاره به ایام زیارتی امام رضا علیه السلام در ماه رجب ادامه داد صدها تن از این زوار در این پیاده روی خود که 45 روز طول می کشد حدود 2000 کیلومتر پیاده طی می کند مکارم ادامه داد نمایندگان این کاروان ها برای دومین بار به کنسولگری ما مراجعه کردند و مصرانه تقاضای روادید برای حداقل 100 نفر از زوار عراقی نمودند وی اضافه کرد آنها توضیح دادند که سال گذشته 1800 نفر بودند ولی امسال به دلیل شرایط موجود به تعداد کمی بسنده کردند سرکنسول ایران در نجف به اشتیاق وافر این زوار هم پرداخت و گفت وقتی علت این همه اصرار آنها برای صدور ویزا را پرسیدم آنها گفتند ما در این پیاده ها تمام حاجات خود را گرفته ایم ما چند سال قبل با یک کاروان شروع کردیم ولی سال گذشته به 38 کاروان رسیدیم و هر سال بر تعداد داوطلبان اضافه می شود لازم به ذکر است ویزاهای سیاسی، تجاری، درمانی و دیگر انواع ویزا برای شهروندان عراقی با هدف ورود به ایران صادر می شود. برخی فعالان مذهبی ناراضی از این وضعیت می گویند که شاید دولت مردان ایران تنها زائران را حامل ویروس کرونا می داند.